چهارشنبه 14 بهمن سال 1326 وقتی ادر کشیش کلیسای پنسیلوانیا صاحب یه فرزند پسر شد، تصمیم گرفت اونو شبیه خودش تربیت کنه و بار بیاره. حتی خیلی وقتا وینسنتو برای کار و خدمت به کلیسا می برد و مدام راهای رسیدن به بهشت رو تو گوش اون زمزمه می کرد. این تلاش نافرجام ادر به همراه عشق و علاقه وینسنت به دنیای موسیقی راک اند رول و صد البته نوعی نگرش به شدت متفاوتش با پدر باعث شد که سالها بعد تبدیل به کارگر عجیب و غریب جهنم بشه. وینسنت از همون دوران کودکی علاوه بر بیش‌فعالی حاد، نگرش و البته فریکای خاص خودش رو هم داشت. مثلا به قاعده تناسخ، چون معتقد توی زندگی قبلیش اسمش آلیس کوپر بوده، این اسم رو مجدد برای خودش انتخاب کرده و بیش از 50 سالی که با همین نام در موسیقی فعالیت داره و تا الان هم موفق شده حدود 50 میلیون نسخه از آلبوم‌هاش رو در سراسر دنیا به فروش برسونه. اما آلیس کوپر رو همیشه با پرفورمنس های متفاوت و اگه شوک راک میدونن. مثلا ماجرای پرت کردن احمقانه مرغ زنده میان تماشاچی ها و متلاشی شدن اون مرغ بیچاره تو فستیوال موسیقی صلح تورنتو، اونم درست جلوی چشمان جان لنون و گروه دورز و 70,000 نفر حاضر در کنسرت که مطمئنن هیچ وقت این صحنه از یادشون نمیره. شاید باوری سخت باشه، اما وقتی کوپر که تا پیش از این فقط سعی در ایجاد فضای روبنگیز پرفورمنس مرتبط با موسیقی و کلامشو داشت، بعد از این اتفاق تصمیم گرفت تا با سرمایه گذاری بیشتر وقتش رو روی برانگیختن عواطف و شوکه کردن مخاطبانش بذاره. اون اوایل دهه 70 میلادی با گریم های وحشت انگیز و نوشتن و خوندن ترانه هایی با مضامین دارک که بیشتر مرتبط با خشونت و مرگ بود، برای خیلی از منتقدین مسائل اخلاقی در جوامع جهانی به عنوان یک تهدید جدی به حساب می اومد. البته 13 سال قبل از این حادثه، اولین بار به تاریخ ما ایرانی ها در سال 1334 اسکریم جی هاکینگز بعد از هیت شدن آلبومش و دعوت شدن به برنامه های مختلف تلویزیونی برای فرار از کلیشه به شیرین کاری های نسبتاً خوفناکی دست زد. مثلا قبل از اجرای برنامهش از تابوت بیرون اومد و یا توی میکروفونی میخوند و داد میزد که کله اسکلت روش قرار گرفته بود. رفتارهایی که تا قبل از اون کسی مشابهش رو از موزیسیانی در حین اجرای لایف حداقل به شکل گسترده ندیده بود. اما کوپر در مقایسه با دیگران به واسطه استعدادش در سانگ رایتری و تولید آثار بهتر نسبت به گذشتگان، تونست رنگ و لعاب بیشتری به این قبیل پرفورمنس ها بده. اگه این رنگ و لعاب یا به اصطلاح این دیوونه بازی ها رو اون ابدا نکرده باشه، دست کم این جریان رو به سطح جدیدی رسونده که امروز ما اونها رو به طور کامل از پیروانش میبینیم و میپذیریم. بهترین تعریف از آلیس کوپر هم همین باشه که اون اولین بار به شکل جدی تصاویری ترسناک رو به راک اند رول وارد کرد و تونست با صحنه سازی و بازی و خوانندگی اجرای زنده موسیقی راک رو برای همیشه به یک ژانر تبدیل کنه. آلیس کوپر علی‌رغم انتشار بیش از 28 آلبوم استودیویی تا به حال، با وجود داشتن سواد موسیقیایی غالباً در لایه‌های فلزی راک پرزرق و برق نمایشی گم شده. اما برخلاف پیروان نافرجامش مثل مروین منسون یا حتی اسلیپ نات، به نظر میرسه که با روحیه‌ای لطیف، به قول خودش انگار همیشه می‌خواسته با عنصر طنز، بیشتر کارهاش رو انجام بده. حتی وقتی مهمونی شوی تلویزیونی کودک شده بود و با پوشیدن لباس هیولا در اون برنامه حسابی بچه ها رو با سر و ریخت وحشتناکش ترسونده بود.